پس از آنکه مناطق باستانشناسی یمن به دلیل بارانهای سیلاسا در مرز تخریب قرار گرفت، این کشور برای حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی خود از یونسکو کمک خواست. یمن از سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو خواستار مداخله فوری برای حفظ و حراست از مناطق باستانشناسی آسیب دیده ناشی از بارانها و سیلابهایی شد که تعدادی از شهرهای تاریخی این کشور را دچار آسیب نموده است وزارت فرهنگ اطلاعات و گردشگری یمن در بیانیه اعلام کرد که نامهای در این زمینه به آدری آزولای مدیر کل یونسکو و صلاح خالد مدیر منطقه این سازمان در کشورهای حوزه خلیج فارس و یمن ارسال کرده است در این نامه آمده است گزارش های میدانی تایید می کند که تعدادی از شهرهای تاریخی یمن در اثر بارندگی های شدید و باران های سیلاس های ویرانگار در روزهای اخیر یمن تخریب شدند که مهمترین آنها شهرهای سنا و زبید یا الهدیده که در فهرست میراث بشری جهان قرار دارند می باشد. این نامه در ادامه می سیل باعث ریزش قسمت فوقانی نمای شمالی قلعه تاریخی زبید شده و بسیاری از خانه های تاریخی در صنایع قدیم نیز تحت تاثیر سیل قرار گرفته و علاوه بر ریزش در معرض تخریب قرار گرفتند و همچنین یکی از کاخ قدیمی سنا و چندین فروریختگی در قلعه تاریخی را رخ داده است یونسکو شهر قدیمی صنعا را در سال 1986 میلادی در فهرست میراث جهانی قرار داد اما در سال 2015 این بنای تاریخی به فهرست میراث جهانی در معرض خطر منتقل شد سال گذشته یونسکو اعلام کرد که بناهای پادشاهی باستانی سبع در استان معرب را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار داده است بر اساس اعلام یونسکو کمیته میراث جهانی تا یک جلسه فوقالعاده تصمیم گرفت که هفت مکان باستانشناسی را که گواهی بر پادشاهی غنی سبع و دستاوردهای معماری زیبایی شناختی و فناوری آن از هزاره اول قبل از میلاد تا حدود 630 پس از میلاد است را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار دهد این سازمان تصریح کرد که اقدامات لازم و استراری برای گنجاندن این مکانها در فهرست میراث جهانی در معرض خطر به دلیل تهدیدهای تخریب در نتیجه درگیری های مداوم انجام گرفته و به همراهی جامعه بین المللی برای حفاظت از میراث‌های های باستانی کمک می کند.